به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی بسم الله الرحمن الرحیم. شب 19 ماه مبارک رمضان و شب ضربت خوردن امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. خداوند به حق قربت و مظلومیت امیر مؤمنان علیه السلام در این شب احیا و شبی که به احتمالی شب قدر است، فرج امام زمان علیه السلام را مقدر بفرماید و با فرج اون حضرت قلوب ملت شیعه را شاد و مسرور بفرماید. روایات در باب فضائل و مناقب امیر مؤمنان علیه السلام فراوان است و عجیب این است که اهل تسنن روایات در ارتباط با فضائل حضرت را بیش از علماء شیعه نقل کردند و این یه اتمام و حجتی است برای اونها که شما که اینقدر روایت در باب فضائل و مناقب امیر مؤمنان علیه السلام نقل کردید، پس چرا در موضوع خلافت دیگران را مقدم بر امیر مؤمنان می‌دانید؟ جهل و عداوت اهل تسنن به جای رسیده است که حتی به جهل و نادانی خودشون افتخار هم میکنن. به عنوان نمونه ابن عبدالحدید معتزلی، با اینکه یه سنی معتدلی است در میان اهل تسنن، ولی در این جهت حق کشی کرده است و پا روی حق و حقیقت گذاشته و در اول شرح نهج البلاغه خود میگوید الحمدلله الذي قدم المفضول على الفاضل، ستایش خدا را که در موضوع خلافت مفضول و بر فاضل مقدم داشت. مفضول کیانن؟ ابوبکر و عمر و عثمان. فاضل کیه؟ امیر مؤمنان علیه السلام. عجیبه، با اینکه قائل به برتری امیر مؤمنان بر اون سه نفر می باشد، در عین حال داره خدا رو اینگونه مورد ستایش قرار می دهد و می گوید الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. و نکته عجیب و مهم اینه، ظلم و ستمی که اینها در حق امیر مؤمنان کردن را به گردن خدا میندازن، یعنی خدا خواست که اون سه نفر در خلافت مقدم بر امیر مؤمنان بشن. چرا اینجوری حرف میزنن؟ چون که اهل تسنن جبری مسلک هستن. جبر یعنی که الان من بلند بشم نماز بخوانم، خدا خواسته که من نماز بخوانم، و اگر خدایی نکرده گناه کردم، خدا خواسته که من گناه بکنم، هیچ اختیاری از خودم ندارم. لذا ابن ملجم مرادی
در شب 19 ماه رمضان وقتی که اون ضربت را به سر امیر مؤمنان زد، گلیم یاوردن و حضرتش را میان گلیم خوابانیدن به طرف منزل می بردن. در بین را حضرت چشمش افتاد به ابن ملجم، فرمود این چه کاری بود که کردی؟ مگر من بد امامی برای تو بودم؟ در جواب حضرت چه گفت؟ گفت آقا، مرا خدا از روز ازل جهنمی قرار داده، تو میخوای مرا بهشتی کنی؟ کسی را که خداوند از روز ازل او رو جهنمی قرار داده، تو چطور میخوای او رو بهشتی بکنی؟ نگفت خودم را جهنمی کردم، او خدا از روز ازل مرا جهنمی قرار داده. اینو میگن جبر. حالا ابن عبدالحدید معتزلی هم جبری مسلک بوده. در اول شرح نهج البلاغه خود میگوید الحمدلله الذی قدم المفعول علی الفاضل. خب این واقعا یکی از ابعاد مظلومیت امیر مؤمنان علیه السلام که یک چنین عالم به اصطلاح معتدلی در این حال یک چنین حرف بسیار بزرگی که بیانگر نمونه از مظلومیت های امیر مؤمنان علیه السلام می باشد را داره به زبان جاری میکنه. پس بنابراین روایات در باب فضائل و مناقب امیر مؤمنان علیه السلام را اهل تسنن بیشتر از شیعه نقل کردند. حالا چون امشب شب 19 ماه رمضانه و امشب و شبهای آتیه تعلق به امیر مؤمنان علیه السلام داره، باید خوب از فضائل اون حضرت سخن گفت، از مناقب اون حضرت سخن گفت. خب یکی از فضائل بسیار ارزشمند امیر مؤمنان اینه که در کتاب فردوس الاخبار، کتاب فردوس الاخبار مربوط به دیلمیه، دیلمی هم یکی از علما بزرگان اهل تسننه که خود سنی ها و محدثین عامه به دیلمی میگن سید الحفاظ، یعنی آقای حفاظ حدیث. چون اگر بخوام شرح حال حفاظ حدیث رو بگم مربوط به بحث ما نمی شود. اجمالا در بین محدثین افرادی بودند که 100,000 حدیث از حفظ بودن، در بین محدثین افرادی بودند که 120,000 حدیث از حفظ بودن، در باره احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده که معروف است به ابن عقده می نویسند که گفته بود من 300,000 حدیث از حفظ دارم و با 100,000 حدیث هم محاوره می کنم. اجمالا در بین محدثین افرادی بودن که اینا حفاظ حدیث بودن. لذا ذهبی سنی کتاب داره به نام تذکرت الحفاظ و در این کتاب شرح حال حفاظ حدیث رو بیان کرده. حالا این روایتی که میخوام عرض کنم دیلمی در فردوس الاخبار نقل کرده. غیر از ایشان ابن عساکر هم در تاریخ و مدینه و دمشق نقل کرده، خطیب خوارزمی در مناقب نقل کرده، عده دیگر از اعلام و بزرگان اهل تسنن نقل کردند. روایت اینه که نبی اکرم فرمودن یا علی، اگر کسی در این دنیا به اندازه نوح پیغمبر عمر کند. حالا حضرت نوح چقدر عمر کرده مختلف نوشتند، بعضی از مورخین کمترین عمری رو که ثبت کردن 2000 ساله، بیشترین عمری که برای حضرت نوح ثبت شده 5000 ساله. خود قرآن هم می فرماید فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرد. اینو قرآن داره میگه.
خب اون چه که اجماعی بین همه است اینه که حضرت نو یه عمر کمی نداشتی، یه عمر طولانی داشتی. حالا پیغمبر هم عمر او رو داره مثل میزند، فرماید یا علی اگر کسی در این دنیا به اندازه نوح پیغمبر عمر و تمام شبهای عمرش را تا صبح بیدار بماند، شب زندداری کنه، عبادت کنه، نه فقط شبهای قدر را، نه فقط شب 19 و 21 و 23 ماه رمضان را، تمام شبهای عمرش را تا صبح احیا بگیرد و بیدار باشد و خدا خدا کنه. بعد می فرماید اگر تمام روزهای عمرش را هم روزه بگیره، نه فقط ماه رمضان، تمام عمرش را، اون هم عمری به اندازه نوح پیغمبر، یه همچین عمری به این طول درازی هر روز را روزه بگیره و با پای پیاده هم هر سال مکه مشرف بشه، نه اینکه سوار هواپیما بشود و بره اونجا تو بهترین هتل ها منزل کنه، نه، با پای پیاده هر سال مکه مشرف بشه. به اندازه کوه احد طلا و جواهر صدقه بده در راه خدا، بین صفا و مروه شهید بشه در راه خدا. لولا ولایت که یا علی، اگر با این همه عبادات و طاعات ولایت تو رو نداشته باشه، بوی بهش را استشمام نخواهد کرد. این روایتی است که خود اهل تسنن از جمله دیلمی در فردوس الاخبار نقل کرده. پس بنابراین قبولی عبادات به ولایت امیر مؤمنانه. باید مردم از کانال امیر مؤمنان به خدا برسن. حالا کسی بگه آقا من عبادت خدا رو میکنم منهای علی، این عبادت سر سوزن ارزش نداره، ولی از این عبادت ها شیطان هم بسیار داشته. یه سجده شیطان طبق بعضی از روایات 6000 سال طول کشید. سجده های همه نمازهای ما رو بعضن اگر محاسبه کنن شاید 2 ساعت نشه، سجده های همه عمرمون رو. اما یه سجده شیطان کرده 6000 سال طول کشیده، اما پای امتحان که به میان آمد رفوزه شد. خدا فرمود سجده کن بر آدم، سجده نمی کنن. برو لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. عبادت که دل بخواهی نیست. خدا میگه باید بعد از پیغمبر بگی علی، عبادت رو هم بدون ولایت و محبت این علی من سر سوزن قبول نخواهم کرد. حالا تو هی نماز بخون فایده نداره. خدا به حضرت عیسی فرمود برو به فلان بنده هم بگو اگر اونقدر عبادت کنی که استخوان‌های بدنت از هم جدا بشود، من سر سوزن عبادات تو رو قبول نمی‌کنم. چرا؟ برای اینکه تویی که پیغمبر من هستی تو رو به عنوان پیغمبری قبول نداره. معتقدش اینه که حضرت عیسی پیغمبر خدا نیست. حالا این آدم هر چی نماز بکنه فایده نداره، هر چه عبادت کنه فایده نداره. پس یکی از فضائل و منابع امیر مؤمنان علیه السلام اینه که خداوند بدون ولایت و محبت اون حضرت هیچ عبادتی را قبول نخواهد کرد. خداوند انشاءالله ما رو با ولایت و محبت اون حضرت زنده بدارد و با این سرمایه ارزشمند از دنیا ببرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.